من عاشق دلمه هاتون شدم، تصمیم گرفتم یه آشپز بگیرم اونو بفرستمش ور دست شما تا دستور پخت دلمه ها رو بهش یاد بدید. راستش دستور پختش که اصلا سخت نیست، یادش میدم، چرا یادش ندم؟ خب دست پختم خیلی مهمه، من خیلی به این مسئله باور دارم. من یه آشپز داشتم، قرار بود 2 ماه آموزشی برام کار کنه، تو 2 ماه نتونست کف کاپوچینو رو تنظیم کنه، باورتون میشه اخراجش کردم. ما خانم معلومه که باید اخراجش میکردیم. اگه نتونه کف کاپوچینو رو تنظیم کنه پس چیکار میخواد بکنه؟ راستش این به دست پخت مربوط میشه دیگه، مزهش یکم به دست پخته. مثلا سنم هم آشپزی بلد نیست، به خدا نمیتونه یه نیمرو درست کنه، قسم میخورم اگه بهش بگم برو پلو درست کن، برنج شفته آماده میکنه، همینجوری میمونه ته قابلمه. وقتی بلد نیست کارش نمیشه که. خب اونم یه مهارتای دیگه داره دیگه مگه نه؟ مظفر جان، سفارشای من آماده است؟ البته که آماده است هما خانم جون عزیز، همین الان براتون میارم، در ضمن اینم به عنوان اشانتیون براتون میزنم. خیلی متشکرم. خواهش میکنم. این چه حسابی؟ من چقدر میشه؟ قربان 442 لیر میشه، اما شما 440 لیر بدین کافیه. بفرمایید. آها کارت، ما فعلا کارت خان نداریم، زیر ساختمون صفره. واقعا اصلا به اینجاش فکر نکرده بودم. باشه اگه پول نقد ندارین اشکالی نداره، ما تو دفتر مینویسیم، بعد هر موقع که داشتین تشریف بیارین این محل و اون در خدمتتونیم. تو محله های شما که همچین چیزایی نیست. نه بابا، نیازی به این کارا نیست که. نه جونم، نه چه نیازی به این کار، اگه پول نقد داری بدید. خدا بهتون برکت بده هما خانم، امیدوارم کارهای شما هم تو حرفه تبلیغات همیشه موفق باشه، امیدوارم همه چی براتون رو به راه بشه. باشه پس روزتون بخیر. روز بخیر، بازم تشریف بیارید. شرفیابمون کردین خانم. من جنسا رو میذارم تو ماشین. نه نه نه، خودم میذارم، شما ماشین رو روشن کن. واقعا که یه شاه وارد محلمون شده. اینا هم کاملا ارگانیکن. به سلامت. ماشینش هم حرف نداره، میدونی ذره ترک شدم، فکر کردم طرف میگه بنویسیم تو حساب، تهانم به کلیم چسبید. خدا رو شکر طرف بدونه که دستش بلرزه 500 لیر رو شمرد، بقیه پولم نگیره، باورم نمیشه. آره طرف خیلی زود کل پول شمرد. مازه خوش اومدی مامان جون. البته که باید بشمره، ما هم کارمون گرفته. به لطف مامان محبوب جون یه ورود طوفانی به بازار محصولات ارگانیکی داشتیم. بله مظفر، حسارم تو اصلا از حساب کتاب چیزی سر در نمیاری. فردا پس فردا که درآمدتون بیشتر بشه چجوری میخوای سر در بیاری؟ من به این زنه اصلا اعتماد ندارم. محبوبه گولت میزنه، گفته باشم آره، از این به بعد من اینجا. این چه حرف مزخرفیه، من اینجا هم یعنی چی؟ تو خودت مغازه داری، سوتیانا اونجا بی صاحب باشن، برو به مغازت برس بابا. چه ربطی داره؟ این چه طرز حرف زدن زن؟ ربطی نداره، اما من از این به بعد اینجا از حق پسرم دفاع کنم، مراقب پسرم هستم. پسرت دیگه بزرگ شده، من خودم مراقب خودم هستم. مامان جون میشه لطفاً برید؟ خواهشاً تو کار ما دخالت نکن، کار کاسبی رو انداختیم داریم رامون رو پیدا میکنیم، لطفاً دخالت نکن دیگه. این که بچه نیست، بعدش هم ما همه چی رو مینویسیم. اگه همه چی رو مینویسین پس بدین من نگاه کنم. تو میخوای مغازه منو بازرسی کنی؟ اصلا تو کی هستی؟ آره نگاه میکنم، من دارم نشون میدم. برو بابا، آقای جان همچنان دارم کار میکنم، بفرمایین اینم بررسی رنگ ها. ممنونم، اما یه ساعت پیش اینا رو میخواستم. من بیرون آژانس بودم، یعنی هرچند بیرون محسوب نمیشه، طبقه پایین بودم. آه؟ یعنی داری رک و واضح میگی که به خاطر اینکه درگیر کار دومت بودی کار اصلی تو به تعویق انداختی؟ آره؟ در اصل منظورم این نبود، راستش وقت نهار بود و نهار رو هر جایی که دلم بخواد میتونم بخورم، درسته؟ از لحاظ قانونی آره. پیشنویس متن تبلیغ تموم شد یا نه؟ نه تموم نشد. چرا؟ چون تاریخ تحویلش فردا شبه، چون به دلم ننشست براتون نفرستادم، یعنی هنوز تموم نشد. یعنی چون به دلت ننشست تموم نشد؟ بله همینطوره. متن پوسترهای پروژه شکلاتی اومده، قرار بود آماده بشه.
من یکم پیش ایمیل فرستادم. مشکلی دارم؟ نه مشکلی نیست. فقط قبل از اینکه از آژانس بری میتونی همه کارا رو راست و ریس کنی؟ من الان دارم به اون فکر میکنم. یا اینکه میخوای وقتی تو انتشارات پایینم کارتو شروع کردی موقع نهار بیای بالا. شوخی جالبی بود. 13 روز طرفتنم مونده. میتونم کارامو ردیف کنم. میخوام وقتی کارم اونجا شروع میکنم هیچ کار ناتمومی اینجا نداشته باشم. چون یه لحظه حرفتو تموم کرده بودی. بله، پلین. چه دستمالی؟ نه چیزی اینجا نیست. تو اینجا دستمال گردن دیدی؟ گفتم شاید افتاده باشه. اینجا رو یه نگاه بنداز. نه درست گشتیم. اینجا چیزی نیست بلی. آره اینجا نه هست. اینجا چیزی نیست. به نظرم وقتی از تاکسی پیاده میشدی اونجا انداخت. شما کجا رفتی؟ باشه بعدم با هم حرف بزنیم. کجا بودی؟ میگفتم تو 13 روز کارامو ردیف میکنم. گفتن نگران نباشین. شما چی کار میکنین؟ خیلی کنجکاوم بدونم. ببخشین شکر میونه کلامتون. شما باید هر چی زودتر از اینجا برین. شما به قصد فرار باید با پدر از اینجا برین. باز من طبقه پایینم، خیلی نزدیکم. شما میخواین چی کار کنین ها؟ میتونین از اون فاصله دور کارا رو مدیریت کنین؟ اون مشکل منه سرم. من بهش فکر میکنم. آره اون مشکل شماست. شما به فکر خودتون باشین نه من. نمونه طرح کارخونه ساخت و ساز اومده؟ بله نمونه های مناسب و فرستادم. کد رنگای لاستیک سازی چی؟ کد رنگا آماده است برای چاپ فرستادم. در ضمن باید روی کارهای دیجیتالی کارخونه شکلاتم کار کنم. شما چی میخواین؟ من رسیدگی میکنم. منم میخوام رسیدگی کنم اما دارم همینو میگم. راستی شکلات میخوری؟ ها؟ بیا شکلات بخور. این شکلاتی که از کارخونه شکلات فرستادن خیلی خوشمزه است. بیا بخور. خوشمزه است. خیلی هم خوشمزه است. تو کشورهای بالکان یه دستمال گردن خیلی شیک و رنگارنگ براش بخر. باش آیم بخور. سنم داره خوب مقاومت میکنه. به نظر من که استعفایی در کار نیست. اما آقای جان انگار یه نقشه ای داره. یه بار بد رفتاری میکنه، الانم بهش شکلات میده و از این کارا. یعنی داره با مغز سنم بازی میکنه. یعنی فکر کنم یه روش روحی روانیه، یه تکنیک باید. سنم از چیزی که فکر میکردم قوی تر از دادم. من که هنوزم میگم استعفا میده. ببین گلی، تو هم دنبال دردسری یا؟ وای ایت خان داریم اینجا ایت خان زود باشی دوستان، زود باشی بری سر کارتون ببینم، زود باشی زود باشی. سلام ایت خان. سلام درن خانوم. بله حالتون چطوره؟ ما هم خوبیم، داریم کار میکنیم. شما چی کار کردین؟ به دفتر جدیدتون عادت کردین؟ بله بله تقریبا عادت کردم، همه چی رو به راهه. هر وقت کمک لازم داشتین ما اینجاییم، از این به بعد با هم همسایه. خیلی ممنونم. راستش امروز یه کمک کوچیک نیاز داشتم در مورد غذا، چون من در این مورد خیلی حساسم. دستش درد نکنه سنم، شما یه لیست غذا دارین و اونو برام آورد، خیلی کمک کرد. آره سنم خیلی عاشق کمک کرد. آره همینطوره. الان کجاست؟ یه نگاهی انداختم ولی ندیدمش. یه سوالی ازش داشتم. الان تو اتاق جوانه اونجاست. اتاقشون این طرفه؟ بله من بهشون خبر بدم. نه نه خودم میرم. ممنون. آره بودو بوده که زودتر برسی. الان این به نظرت خوبه سنم ها؟ آخرین باری که اطلاعاتو از کارخونه گرفتیم اینجوری نبود سنم. چون که این تاریخ این پرونده ها قدیمیه. اطلاعات جدید اینه، بفرمایی. اگه یکم رو کار تمرکز کنی میفهمی. خسته نباشین. ایت از کجا پیدات شد؟ از پله ها اومدم. همه شونم فکر میکنم با نمکن. سنم میخواستم یه چیزی ازت بپرسم. 2 دقیقه وقت داری؟ آره وقت دارم. نه وقت نداره، وقت نداره. ما داریم روی یه پروژه کار میکنیم، نمیبینی؟ ببین همه چی واضح و مشخصه. آره داریم پرونده هایی که چندین بار بررسی کردیم و دوباره بررسی میکنیم، یعنی دابل چک. این دیگه تو این آژانس که سبک زندگی. اینجا محل کاره، اینا هم کارای آژانسه. بررسی کردن پرونده هم جزء کارای آژانسه. بذارین من اینجا یه دخالتی بکنم. تا اونجایی که سنمو میشناسم میدونم که خیلی مسئولیت پذیره، یعنی هیچ کاری نمیکنه که کارای آژانسو به تعویق بندازه و حتی تو کارای دفتر انتشارات هم همینطوری. باشه آقای جان، پس شما پرونده ها رو دوباره بررسی کنین. اگه اشتباهی دیدین یادداشت کنین. من هر موقع اومدم با هم مرورشون. سنم تو داری گول این حرفا رو میخوری؟ آره اگه اشتباهی پیدا کردین. دوست داری ازت تعریف کنم؟ داره ازت تعریف. اگه اشتباهی پیدا کردین، هرچند هیچ اشتباهی نمیتونی پیدا کنی. سنم ما باید با هم پرونده ها رو بررسی کنیم. خسته نباشی. داری میگی سنم؟ اوی فکر کنم یکم سخت بتونن به رفتنت عادت کنن. آره همینطوره، اما دیگه باید عادت کنن. من نمیخواستم تو رو توی شرایط سخت قرار بدم. بهت زنگ زدم اما جواب ندادی. گوشیم رو میز بود، داشتم کار میکردم. اما تا وقتی کارم رو درست انجام بدم و کوتاهی نکنم مشکلی نیست، میتونیم کار بکنیم. باشه عالیه. من میخواستم یه چیزی رو بهت نشون بدم. یه طراحی رو برات ایمیل کردم. ازش پرینت گرفتم، گفتم شاید اینطوری ببینیش یه ایده چیزی به ذهنت برسه. ببینم.
سمت چپش خیلی قشنگه، اما انگار سمت راستیه تاثیرگذارتره، بیشتر سر و صدا میکنه. راستش رنگ نارنجی به این معنیه که داستان رمان خیلی پر انرژی و این رنگای آبی هم نشون دهنده افسرده بودن کاراکترای رمان هستن. یعنی تو این طرح دو تا رنگ به شکل متعادل با هم قاطی شده و کاراکترم تا آخر رمان اون تعادلی که دنبالشه رو پیدا میکنه. سنم تو فوق‌العاده‌ای، برای کار کردن با تو لحظه شماره میکنم، میخوام هرچه زودتر باهات کار کنم. خیلی ممنونم، هیجان زده شدم. میخوام با گروه طراحی و نوآوری یه جلسه داشته باشم. فوراً برنامه‌ریزی میکنم. چون نه بریم. باشه، من برمیگردم سر کارم، بعداً با هم حرف میزنیم. خداحافظ. میبینمت. این پرونده‌ها کجا هست؟ نزن جی جی. پلین همیشه اینجا میپلکید، اینجا هم با حاله ها. محبوب ارگانیک داری میاد، خدا میدونه بازم چه پوزی میخواد بهم بده. خسته نباشی نهاد خان. ممنون محبوب خانم. خب بفرمید، گوشم با شماست. چیو میخوای بشنوی؟ مگه نیومدی حرف بزنی؟ چرا اومدم حرف بزنم؟ خب بگو محبوبه، بگو محبوبه، بگو نهاد کاری نداره، بیکار اینجا نشسته، بگو همینجوری الکی داره دور و برش رو نگاه میکنه، بگو ما هم فروشمون خیلی زیاده، نمیدونیم پولامون رو کجا بذاریم، بگو پولمون انقدر زیاده که داره سرریز میشه، بگو انقدر سرریز شده که نگو. به خودم افتخار میکنم که اینجوری در موردم فکر میکنی، اما به خاطر این چیزا نیومدم، میخوام یه چیز دیگه بگم. چیز دیگه؟ چی شده؟ خیر باشه. عثمانو میخوام بگم. ببین عثمانو لیلا نامزد کردن، اما در مورد بقیه‌اش هیچ حرفی نزدی. این پسر بدون پدر و مادر بزرگ شده، تو دست ما بزرگ شده، باید یه کاری بکنیم، باید احساس کنی که ما ازش حمایت میکنیم. میگم برای شام دعوتش کنیم بیاد، یه کاری کنیم احساس کنی که پشتشیم. چیکار کنیم؟ آره محبوبه، بازم چه فکر خوبی کردی عزیزم. محبوبه مهربونم، چقدر به فکر بچه‌هاشه، به فکر همه چی هستی عزیزم. باشه دعوتش کن. کی دعوتش کنی محبوبه؟ شب، امشب دعوتش کنیم. ها تو برو ببین میتونه بیاد، من میرم غذا درست میکنم. باشه، من به عثمان زنگ میزنم، میگم پسرم شام بیا خونه ما. تو هم خوبه. برای غذا هر چیزی لازم داری از اینجا بردارو ببر. زود باش. وای نه جان، این شوخی ها چیه؟ من خودم مغازه ارگانیک دارم، چرا باید از اینجا جنس بردارم؟ ای بابا. خب پس اول از همه رنگ پروژه رو مشخص میکنیم. جی جی کار رنگ با توه. چشم آقای جان، حتما چشم. خیلی خب دیگه برای امروز کافیه، میتونین برین. سلام قدرم شما برین. دوستان میتونن برن. زود باشین. زود باشین دیگه، زود باشین. خیلی خب درن، لیست کارهایی که باید انجام بشه رو نگاه کن، ببینم کاری هست که با سنم انجام بدیم، چون ممکنه سنم مجبور بشه برای اضافه کاری بمونه. اضافه کاری آخه چرا؟ بیوردهایی که طرح کارخونه لاستیک سازیه رو باید کرایه کنیم. من اونا رو حلشون کردم. آره جوان، منم کنترلشون کردم. تو این اواخر خیلی دوست داری همه چی رو دابل چک کنی یا حتی برای مشتری هم فرستادیش. متن تبلیغ هم باید بازنویسی بشه. بازنویسی کردم. قرار بود برای جلسه مطبوعاتی پوستر آماده بشن. جوان عزیزم، اونم آماده کردیم. کی این کارو کردیم؟ خیر باشه. کی این کارو جریان کردیم؟ اینه که وقتی پروژه رد مودو گرفتیم، به شدت انگیزه گرفتیم و یکم بیشتر کار کردیم. برای همین کارا رو روبرا کردیم. هیچ نگران. آفرین، کارتون درسته. پس من در شرف تمام کردن ساعت کاری 13امین روزم هستم. اگه قرار نباشه برای اضافه کاری بمونم و کار دیگه ای هم نباشه، برم و به کارهای شخصی. البته برسن. که میتونی بری، چون هیچ کار ضروری نداری. کیه؟ بله ماما. مامانته؟ عثمان اینا رو برای شام دعوت کردی؟ باشه باشه، الان میام، دیر نمی کنم. باشه خداحافظ. میتونم برم؟ آره آره، آرزوی موفقیت برای کارهای شخصی. اسم شرکت رو عوض کنیم، بذاریم دابل چک. فوق‌العاده‌ای تو جان. خوش اومدی، مهمون داریم عزیز دلم. پلین در مورد برادرش صحبت کرده بود، منم برای اینکه با هم آشنا بشیم دعوتشون کردم. انگار شما هم دیگه رو میشناسین نه؟ بله بله، متاسفانه جان، خیلی صمیمانه تحویلم گرفت، ازش ممنونم. خب بفرمایین بشینین. محبوبه
محبوبه خوشت اومد نهات خواهم دست درد نکنه فوق‌العاده است خوشحالم که دوست داشتی گل کاشتی خاله محبوبه یعنی عالیه دست نوش جونت دخترم دست درد نکنه خاله محبوبه خیلی نوش جونت پسرم گوش بشه به تانت عثمان پسرم بفرمایید امونها تو بچه محل خودمونی یعنی تو دست خودمون بزرگ شدی پسر ما هم محسوب میشی ما خیلی دوستت داریم ممنونم امونها شما مثل خانواده منی مثل خانوادت بودیم اما الان دیگه واقعا خانوادت هستی تو و دختر خوشگلم لیلا یه راهی رو شروع کردیم ما هم به عنوان پدر مادر میخواییم وظیفمونو به جا بیاریم ممنونم امونهات خاله محبوبه یعنی ما هر موقع وقتش برسه حلش میکنیم اینجوری نگو پسرم عروسی و این چیزا کلی هزینه داره ما هم میخواییم وظیفمونو انجام بدیم عزیز دلم همین خیالت راحت باشه مامان فیلنجه عروسی ای بابا دخترم خب بالاخره یه روز عروسی میگیرین چه اشکالی داره آره دخترم در هر صورت که باید در این مورد حرف بزنیم نه منظورم اینه که فعلا برای عروسی زوده برای همین گفتم بعدش هم با این حرف عثمانو خجالت میدی ای بابا چرا خجالت بکشم اگه حرف بعدی زدیم نه آره جونم عثمان نه خجالت نداره بخور غذاتو بخور پسرم نوش جون ممنونم امونهاد خاله محبوب ممنونم دوبله شده در استدیو جم من با اجازتون دیگه برم خیلی ممنونم باشه پس خیلی هم کشش ندین یعنی خیلی چیز نکنین خب چرا هیچ کس از این کوفته‌های توپو نمی‌خوره چون تو همشو خوردی دیگه بده دخترم برک هم بهش بده برک یه لحظه صبر کن خیلی خوشمزه است بخور آی پلین جونم عزیزم برادرت هم مثل خودت هم خوش ظاهر هم خوش باطن خوش بر و رو واقعا از آشناییتون خوشحالم هیما خانم خوبی از خودتونه در اصل من از آشنایی با شما خوشحالم خیلی هم باشوره آره همینطوره واقعا یعنی داداش هم نسبت به من اجتماعی تره خیلی دوست داره با آدمای جدید آشنا بشه بله همینطوره اما خیلی وقت بود که از استانبول دور بودم یعنی اول خیلی احساس غریبی میکردم هیچ جون اصلا به نظر نمیرسه شرایطت سخت باشه یا مشکلی داشته باشی یعنی رفتارت اصلا اینجوری نشون نمیده متوجه منظورم میشی روشای خاص خودتو داری با ماشین میزنی به آدما زیرشون میکنی و با افرادی که زیرشون میکنی ارتباط برقرار میکنی داداشون حق با ایته میگه این شهر انقدر زود به زود تغییر میکنه که اگه بری یه چیزاییو از دست میدی الان دیگه ما و دوستای جدید اینجاییم همیشه کنارتیم هیچ وقتم تنها نیستی نگران نباش عزیزم راستی شنیدم همسایه آژانس بله شدیم. همینطوره خیلی وقت بود برای دفتر انتشارات دنبال یه جای خوب بودم اما پیدا نمی‌کردم تا اینکه یه اتفاق غیر منتظره تو آدما رو اینجوری زیر میگیری و بدلهشون میکنی و اسمشو میذاری اتفاق غیر منتظره جان واقعا که گیر دادی مادر جان گوش کن ببین چی میگم یا نه اصلا ولش کن بیخیال تصادف با ماشین یکم بدشانسی بود اما به غیر از اون همه چیز خوب پیش رفت این که با سنم آشنا شدم برای من یه شانس بزرگ بود هم دفتر جدیدم رو پیدا کردم و هم ویراستار دومم رو پیدا کردم به نظرم اتفاق غیر منتظره عالی بود آره سنم جان سنم خیلی دختر بانمکیه خیلی هم کاریه تو آژانس ما زیاد نمیمونه اما امیدوارم با شما خوب کار کنه قطعا خیلی خوب کار میکنه مطمئنم سنم دختر خیلی کاری و با استعدادیه شایدم تو آژانس نتونسته اون چیزی که دنبالش بوده رو پیدا کنه آره آدم بعضی وقتا چیزی که جلوی چششه رو باید ببینه بی بگیر نمیبینم الان اون چیزی که جلو من رو نمیبینم جان عزیزم میشه یکی دیگه برای من بیاری پسرم متشکرم قربان دلیل اومدنمون به اینجا کاملا مشخصه برای خواستگاری اومدیم ای بابا مظفر یعنی چی ای بابا یه لحظه اشتباه متوجه شدیم منظورم این نبود قرار تبلیغ عثمان جون برای اولین بار تو تلویزیون پخش بشه میگم اجازه است تو خونه داداش جی جی یه مراسم جشن اکران تبلیغ بگیریم بابا نهاد جون مامان محبوب جون بفرمایید خدا رو شکر خدایا شکرت خب باشه دخترم اگه دوست دارین بریم موقع رفتن سنمو هم صدا کنین اونم با خودتون ببرین بابا جون سنمو صدا نمی کنیم اون کلی کار داره خودمون میره گلی خانوم بیاد کافیه اون گلی خانومه
اشتباه برداشت نکنین گلی، هممونه میگم اما خیلی با نمکه. یکم به این پسر عقل بده. دیوونه است دیوونه. یعنی اگه داداشم اینقدر بهم جرأت و جسارت نمیداد این جریان کتاب اصلا به ذهنم نمیرسید. پلین جان اگه تو پتانسیلشو نداشتی من بهت جرأت نمیدادم. عالی، فوق‌العاده است. خب کتاب کی منتشر میشه؟ قبل از اینکه برم حتما باید پیشنویس رو آماده کنیم، اما کتاب کی آماده میشه نمیدونم. بلافاصله چاپ میشه، اما باید قبلش با سنم مشورت کنم. اگه بخوای منتظر سنم باشی حالا حالا ها باید منتظر باشی، چون خیلی کار داره، خیلی خیلی زیاد کار داره. راست میگی، فقط 12 روز دیگه باید اونجا کار کنه. امروز یه چیزی گفت قسم میخورم ذهنمو باز کرد. اون خیلی بیشتر از این چیزا ذهنتو باز میکنه. کجا شدیدی؟ دیوونت میکنه. جان میگم میشه عکسای این کتابو تو بگیری؟ قشنگ میشه مگه نه؟ به شدت میخوای منو توی عمل انجام شده قرار بدی. متوجه؟ من چرا باید عکس بگیرم؟ مطمئنم یید با ماشین یکیو له میکنه، یکیو زیر میگیره، اینطوری استاد عکاسی قضا رو پیدا میکنه. مطمئنم. بعدش هم اسمشو میذاره اتفاق دیگه. ای بابا، پسرم چه فرقی میکنه از طبیعت عکس بگیری یا از قضا؟ ببین الان تو این مورد به استعداد عکاسی تو نیاز داری مادر. مامان، بهتر نیست بیشتر از این اصرار نکنی؟ به داداشم تو آژانس نیاز داری. تو یکی حرف نزن. جان راستش منم میخواستم این خواهش رو ازت بکنم، یعنی خیلی خوب میشه اگه تو عکس بگیری. تازه فکرشو بکن، برای هممون خاطره میشه مگه نه؟ شاید ایت برنامه دیگه ای داشته باشه. نه ندارم، یعنی اگه جان وقت داشته باشه من خیلی دوست دارم باش کار کنم. راستش برای ما افتخار بزرگی که صاحب یه آژانس تبلیغاتی و همچین عکاس مشهوری تو چاپ اولین کتاب انتشاراتمون بهمون کمک کنه. آها جان، میبینی دل این آدمای خوبو که نمیخوای بشکنی ها؟ از چپ و راست دارین بهم فشار میارین. یه جریانی شروع به وزیدن کرد، من کم کم داره سردم میشه. باشه قبول، عکس بگیرم به خاطر پلی. باشه پس بیا اینو جشن بگیریم. چی کار کنیم داداش؟ ما هم این شرکت جدیدمونو جشن بگیریم. بزن به سلامتی. باشه بزن. پس خیلی خوب شد، من یه چیزایی تو ذهنم هست، فردا میام در موردشون حرف میزنیم و تصمیم میگیریم. کرد به حرف زدن در مورد درستی دیگه اصلا نمیتونستیم جلوشو بگیریم. آخه آیهان جونم عزیزم، مگه من میذارم تو مجبور باشی حرفای پیر مردا رو گوش کنی؟ بعدش هم تازه رونمای تبلیغ داریم. داداش عثمان جونم میخواد بره رو پرده سفید. از اونجایی که مامانم همیشه اصرار داره که روابط باید جدی باشن به هممون گیر میده، برای همین اینطوری گفت. اونم نگرانن دیگه، میخوان یعنی بدونن آخر عاقبت این کار چی میشه دختر. و اینکه یه چیزی بگم، پیش اونا خجالت کشیدین معلوم بود، اما روزی رو برای عروسیتون در نظر گرفتین مگه نه؟ نه هنوز بهش فکر نکردیم، فعلا خیلی زوده. آره خوب زوده، ولی به نظرم یکم عجله کنیم، چون که یه عده تو نوبت هم دیگه. سنم جون تو نوبت، من هستم، موزو هست مگه نه موزو؟ نظر در مورد ازدواج چیه بگو ببینم. دختر منو چه به این سوالا، آدم در مورد ازدواج نظرش چی میتونه باشه ها؟ راستش اگه پروانه ها تو دل آدم پرواز کنه و قلب آدم پرپر بزنه چه میدونم، به نظرم باید یکم به این موضوعات فکر کنم. به نظرم وقتی دو تا دل یکی باشن همه چی خیلی زیباتر میشه. من این سوال دنباله دارو به گلی خانم واگذار میکنم ببینم ایشون نظرشون در مورد ازدواج چیه. خب چیزه ازدواج میدونی، خب این کارا خیلی چیزه، یکم به شانس بستگی داره، تصادفیه. چون ازدواج مسئله که مهمیه. جی جی نظرتو در مورد ازدواج چیه؟ زود بگو دیگه. میگم که این تبلیغ چرا شروع نمیشه؟ چی میتونم بگم؟ شروع شد، بفهم. در مورد ازدواج میگه. چراغا رو خاموش میکنم. مظفر صداشو زیاد کن. باشه باشه زود باش، صداشو زیاد کن دیگه. در مورد ازدواج. بعضی وقتا بیمزه میشه. تست ها، فاکتور ها، شهریه دانشگاه، ممکنه همشون کلافتون بکنن. با خودتون میگین باید چی کار کنم؟ عجب عجب، آخرش خیلی هیجان انگیزه. آخرشو نگی عثمان، بذار ببینیم چی میشه. صبر کن، دنبال یه چاره میگردیم. Thank you.
چاره کار بانک اعتماده، کارت اعتباری بانک اعتماد، پرداخت ها، فاکتورها و قسط ها با بانک اعتماد. زندگی برای شما زیباست. خیلی خوب بود. من الان متوجه نشدم این الان چی گفت؟ اینم شد تبلیغ؟ فقط همین یه ذره؟ خب آره، این ورژن بلندشه، همین تیکای کوتاه هم داره. آره واقعا ورژن بلندش هم تو ذهنم ننشست. آخه قسم میخورم من این آگهی اصلا متوجه نشدم. ببینم مظفر، تو به عنوان بیننده میتونی برامون به اندازه‌ای که فهمیدی در مورد این تبلیغی توضیحی بدی؟ راستش یه بانکی هست به اسم اعتماد، اسمشو متوجه شدم، میگه بیاین بهتون کارت بدیم تا زندگی واسه من زیبا بشه. خب همینه دقیقاً، اساسا هدف ما هم دقیقاً همین بوده، به هدفی که روش زوم کرده بودیم رسیدیم، نمره قبولی گرفتیم. آره دقیقاً همینه، درسته. واقعا خیلی قشنگ بود. خب بچه‌ها واسه برنامه تو خیلی ممنونم، ما دیگه کم کم رفع زحمت کنیم و بریم. من لیلا رو میرسونم، تو هم دیر نیا دیگه باشه. نه دیر نمی کنم داداش، دیر نمی کنم، یکم دیگه میام. شبه بچه ها، شبتون بخیر. منم برم با اجازه. واقعا که مگه میشه شما بخواین برین و من تنهاتون بذارم؟ اگه تا اون سر دنیا هم بخواین برین بفهمین، من همراهیتون میکنم. باشه پس جی جی فردا میبینم. آهسته. منم برم گودیو همراهی کنم. تو فعلا بگیر بشین ببینم. میبینم که بازم موضوع ازدواج مطرح شد و تو چون بحث تبلیغات شد هیچی نگفتی. یه فرصت دیگه بهت میدم. جی جی نظرت در مورد ازدواج چیه ها؟ من از تبلیغ خیلی خوشم اومد. به نظرم تبلیغ خیلی خوبی شده. کاملا خوب شده. من پسندم. تبلیغ. در مورد ازدواج میگم، نظر تو بگو ببین. برای آخرین بار دارم میپرسم. البته ممکنه که بعضی جاهاشو خوشت نیومده باشه، اما من خوشم اومد. واقعیتش اینه که ما روی یه هدفی زوم کرده بودیم و وابش باز نکن با اون زومت. دهن منو باز نکن. دهن دارم میرم. دیوونه بازیاشو نگاه کن. بله. چه حس خوبی بود این تبلیغات تو تلویزیون دیدم. یعنی وقتی یکیو که میشناسی تو تلویزیون میبینی حس عجیبی داره. چی شده؟ یکیو که میشناسی؟ یعنی معلومه که دیدن دوست پسرم هم حس خوبی داره، اما به طور کلی گفتم، به صورت کلی گفتم وقتی یکیو میشناسی حس خوبی داره. دوست پسرم، عشقم یا نامزدم، وقتی این همه کلمه اسمه. هست من نمیخواستم همچین چیزی بگم. اشتباه متوجه شدی لیلا. ببین من نمیخوام چیزی رو بهت تحمیل کنم. اگه از کاری که کردی پشیمون شدی عثمان، معلومه که همچین چیزی نیست. لیلا من سالاست که تو رو دوست دارم، با تو حرف دلمو زدم دیگه. درسته، منم قبول کردم، گفتم که کنارتم. الان کنارم هستی؟ یعنی واقعا کنارم هستی؟ تو واقعا منو میخوای لیلا؟ ببین اگه یه ذره تو ذهنت شک یا علامت سوال داری الان بهم بگو، بعدن دیگه نمیتونم تحمل کنم. میخوام عثمان، واقعا میخوام، منم میخوام ازدواج کنم. فقط امروز همه تحت فشارمون قرار دادن، نمیدونم، منم یه لحظه خودم رو تحت فشار احساس کردم. آره میفهمم عثمان. ببین من تو این زندگی تنها چیزی که نمیخوام ببینم ناراحت شدن توه، قسم میخورم. ببین منو ناراحت میکنی لیلا، اگه منو نخوای و با هم بخوای ازدواج بکنی. میخوام عثمان، میخوام که باهات ازدواج کنم واقعا. یعنی فکر کردم که یکم زود باشه، اما حالا که اینطوره باشه، همین تابستون عروسی کنیم. باشه همین تابستون. تابستون؟ آها باشه، اگه تو هم بخوای باشه. آره منم همینو میخوام، کشش ندی. باشه خوبه. خب برو تو دیگه سرده. باشه بیا بغلت کنم. خب دیگه شب بخیر. شب بخیر.
نمیتونم کلیدا رو پیدا کنم. میبینمت. دوبله شده در استدیو جم.